آقای روحانی میگوید خط قرمزهای ممیزی کتاب باید مربع یا مثلث باشد نمیتواند چند زلی باشد اما آنچه خیلی از خوانندگان کتاب در ایران از خط قرمزهای ممیزی کتاب تصور میکنند چیز دیگری است این همه پیچیدگی و خط قرمز حتی مورد انتقاد رئیس جمهور هم قرار گرفته من نمیگویم ممیزی باشد یا نباشد بر کتاب من چیز دیگری میگویم میگم نمیشه صد اصل درست کنیم برای ممیزی دو تا دو تا سه تا چهار تا اصل قرار بدید اخلاق به عنوان یک اصل باشد مقدسات و ارزش ها به عنوان یک اصل باشد امنیت ملی و مساله ملی آنچه آقای روحانی در مراسم جایزه کتاب سال گفته شاید تلاش برای بازسازی صنعت نشر ایران باشد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با سختگیری وزرای ارشاد تقریبا با کساد روبرو شد آقای روحانی با اصل ممیزی کتاب مخالف نیست اما وزیر ارشاد او علی جنتی سال پیش گفته بود در تلاش از سانسور پیش از چاپ را بردارد حتی استفاده او از کلمه سانسور به جای ممیزی مورد اعتراض عدهای از روها قرار گرفت اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد تفسیر آن را قانون معین میکند شاید همین تفسیر از قانون تمام مشکلات ممیزی را ایجاد کرده که آقای روحانی آن را صد اصل و چند زلی می مینامد ممیزی قبل از چاپ بعد از سال 1360 کم کم شروع شد و در سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی پیش از چاپ کتاب را الزامی کرد این محدودیت در دوران دولت دوم هاشمی رفسنجانی و وزارت مصطفی میرسلیم به شدت اجرا شد اما در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ممیزی قبل از چاپ تقریبا از بین رفت و رونق انتشارات و چاپ کتاب بیشتر شد در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد سانسور به لزوم عقص مجوز برای چاپ مجدد هم رسید و کتابخانی را با کساد نسبی روبرو کرد این کساد مورد سوال آقای روحانی هم هست چرا تیراژ کتاب کم شده است و شرحان آن تراژدی شده چرا چرا جوان ما نمیخواند نقص از چیه راه حلی که آقای روحانی برای ساده کردن ممیزی در ایران پیشنهاد می کند واگذاری ممیزی به خود ناشران و نویسندگان است ما باید نظارت کتاب را قدم به قدم به صاحبان امر و بگذاریم اونها بیان ناشران برجسته نویسندگان برجسته اساتید برجسته اونها نظارت کنند بعضی از ناشران نگران هستند که با واگذاری ممیزی پیش از چاپ به آنها سانسور کتاب به تعقیب و مجازات بعد از چاپ کتاب تبدیل شود. شهریار سیامی، بی بی سی